امکان نداره، امکان نداره. وایسا پسر، آروم باش. خوبی؟ نزدیک بود منو بچه‌مو بکشی. با یه دنبل بزرگ تو دستش اومد سراغم، میخواست منو بکشه. به سختی فرار کردم. چی شده؟ زخمی هم شده؟ نه، فقط یکم استرس بهش وارد شد. همکارامون یکم آرومش کردن و الان تو خونه نشستم منتظر شما. جان وایسا، جان. آی نه نه، واسه من نریز، من اشتها ندارم. چرا؟ چه میدونم، خوب نیستم، امشب میخوام زودتر بخوابم. خدای من، ببینم، فکر کردم سرما خوردی ولی تب ندارم. نه تب ندارم، فقط چند روز حالم خوب نیست. شب بخیر. عزیزم، خیلی دلم واسه تنگ شده بود. دلم واسه تنگ شده بود. خیلی خوشگلن. خب غذاتون رو نوش جون کنین، من میخوابم. آبجی چون من اومدم داری میری؟ نه حالش خوب نیست، میخواد استراحت کنه. چی شده؟ یکم رفتارش عجیب نبود؟ والا نمیدونم، منم نفهمیدم. فولیا، باید یه خونه واسه خودمون پیدا کنیم. اینجوری حس میکنم بار روی دوششونیم. میدونم عزیزم، منم امروز چند تا خونه دیدم. واسه یه خونه معمولی هم باید کلی پول داشته باشی. کارش نمیشه کرد، خیلی گرون شده. ولی بالاخره باید یه خونه بگیریم. خب تو بشین، من واسه غذا بیارم. باشه، میرم دستامو بشورم. مشکلی که پیش نیومده. ملتم خانم حالش خوبه؟ خب راستشو بخوای چطور میتونه با اون استرس حالش خوب باشه ها؟ خب قانون دنیا همینه، هر چی که تو زمینت بکاری دقیقاً همونو درو میکنی. اصلا بذار بدتر شه، به من چه؟ خودش میدونه با شوهرش، اونش دیگه به ما هیچ ربطی نداره. آخرش هم ما بد میشیم. یعنی من یه پسر جوون دارم، وقتی فردا بره مدرسه کلی آدم مسخرش میکنن و اینم خجالت میکشه. آه. چی شده؟ اما احمد و مامانم عاشق هم شدن. نه نه، چیزی نیست. تو اینو بدش به من. مگه بهتون نگفته بودم اخبار نگاه نمیکنین؟ اگه ما اخبار نگاه نکنیم همه مشکلاتمون حل میشه. بچه‌ها شما نباید تو همچین چیزایی دخالت کنین. برین برین تو اتاقتون، من واسه تون یه ساندویچ خوشمزه درست میکنم و میارم. باشه. الو، اومدن، زود برین تو اتاقتون. نه خیر، ما میخوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده. من میخوایم یه عالمه سوال از مامانم بپرسم. نه خیر، گفتم برین تو اتاقتون، یالا برین. من میرم واسه تون چایی دم کنم. خیلی مشروب خورده، خیلی. بابا میخوای بریم تو اتاق من؟ یکم استراحت کن، بعدش هم غذا میخوریم، باشه؟ نه پسرم، همینجا یکم میشینم. احمد کتتو در بیار، در بیار، راحت باش، بدش به من. آفرین، گرفتم. کفشتم در بیار، دراز بکش. نه ممنون، همینجوری راحتم. بفرمایین دکتر، اینو بخورین گرمه، حالتون بهتر میشه. میشه خواهش کنم انقدر خودتون اذیت نکنین، همه چی به وقتش درست میشه. میرم آب بخورم. چی شده؟ نه چی بگم، همه چی خراب شد. به خاطر آرزو چند روز پیش تو همه اتاقا دوربین گذاشته بودیم. احمدم امروز رفته بود اونجا. ملتم هم مخفی میشه. معلومه نمیخواست احمد بره. بعدم احمد عصبانی میشه، یه دنبلی چیزی پیدا میکنه و درو میشکنه و میره تو. ملتم هم میترسه. همینجوری بدون کفش فرار میکنه و میره تو خیابون. بعدش هم
بعدش هم آمبولانس و پلیس میریزن تو محلشون. چه آبروریزی؟ آره اونم چه آبروریزی. ملتم هم رفته تو خیابون داد و بیداد میکنه که این میخواد منو بکشه، یکی بیاد بهم کمک کنه. من حاملم و اینجور چیزا. به هر حال بعدش ما رسیدیم. اول حرف ملتم رو باور کردیم، بعدش هم نشستیم فیلم‌ها رو نگاه کردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اما خب دیدیم این احمد واقعا دیگه قاطی کرده، میدونی؟ آره ببین انگار تو هپروته. آره دیگه، اما احمد واقعا میخواست آرزو رو به همون تحویل بده، اما ملتم دخالت کرد و همه چی خراب شد. راستش اون میخواست آرزو بیفته تو زندان، مجازات بشه و حبسشو بکشه و با دفاع خوب فقط چند سالی واسش ببرن. احتمالا فقط همینا میخواسته. اما احمد واقعا عاشق اونه ها. اینقدر چرت نگو، اصلا باور نمیکنم، امکان نداره. فقط میخواسته به نظر همه مثل یه داستان بیاد. چه جور داستانی دیگه؟ خب فقط میخواسته این کارو کنه که پول اون زنه گیرش بیاد دیگه. اگه عاشقش بود این کارو میکرد. اگه پول پیش آرزو بمونه، آرزو به این کارایی که میکنه همینجوری ادامه میده. احمدم فقط به خاطر اینکه بلای سر آرزو نیاد این کارو قبول کرده، همین. خب چرا آوردیش اینجا؟ چی کار میکردم؟ جان اینطوری خواست. به بچه میگفتم نمیشه؟ خب میگفتی. یعنی اینجا خونه تو هم هست میگفتی نمیشه؟ خب ولی به لطف اون پولا رو پیدا کردین مگه نه؟ یعنی احمد دیگه شخص مورد اعتمادته نه؟ چرا اینجوری با هم حرف میزنی؟ نه 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 غلط کردم. بیچاره میکنم، فهمیدی چی کارت میکنم ها؟ ولم کن. اینجایی؟ عمو سینان مامان من مرده. نه میگن وقتی داشته فرار میکرده پلیس زدنش. نه همچین چیزی نشده. اینا رو کی بهت گفته؟ اینا رو کی بهت گفته عزیزم؟ با من بیا. بیا. والا دارم از گشنگی میمیرم. منم خیلی گشنمه. بذار ببینم. اینجا رو دلمه داری. بیار بیار بیار. خیلی گشنه شدی؟ آره داداشی. نه نه نه، من خودم درستش میکنم. من خودم حلش میکنم، نگران نباشین. میشه لطفا برین بشینین؟ خالایشه چرا نمیذاری با دل خوش در یخچال باز کنیم؟ همین که در یخچال باز میکنیم یهویی سر و کله تو پیدا میشه. نفهمیدم، نکنه دزدگیری چیزی بهش وصل کردی؟ پسرم تو هم یه عادتی داری، تو پاتو تو آشپزخونه میذاری به هر چی غذاست ناخونک میزنی. اجازه بدین اول به دخترها غذا بدم، بعدش 5 دقیقه غذای شما رو آماده میکنم. ما هم کمک میکنیم 2 دقیقه آماده بشه. نه ممنون، شما برین بشینین. باشه باشه خوبه. بیا بیا. پس بیا بریم بشینیم پسر. خدای من این چه وضعشه؟ اینجا دیگه کجا سفر؟ اون همه گشت اینجا رو پیدا کردی؟ پلیس همه جا دنبالت میکرده. اینجا جات امنه، یکم صبر کن، یه جای بهتر برات پیدا میکنم. آره واقعا اینجا واسه من امنه. دست به یکی کردن تا منو بیچاره کنن، فقط همینو میخوان. آخه چرا این بلا سر من اومد زفر؟ منم نمیدونم، آلپم پیداش نیست، هیچ کس نمیدونه کجاست. خب معلومه گم و گور میشد، معلوم بود دیگه. تو از اون چه توقعی داشتی؟ بوی پول به مشامش خورد و گم و گور شد بیشرف. من یه چیز رو نفهمیدم آرزو خانم، اگه ملتم با احمد دست به یکی کرده چرا به خبرنگارا گفتن بیا آبروشون رو ببره؟ اگه احمد به پلیس گفته بیان، ملتم اونجا چی کار میکرده؟ نمیشه تصادفی باشه. اگه همه چی رو میدونستن پس آلپ چطور همه چی رو فهمید و پولای تو رو جابجا کرد؟ هرچی فکر میکنم نمیفهمم. تو پاچو پیدا کن، پیداش کن. فقط اون از همه چی خبر داره. در ضمن بپرس چرا به ما خبر نداده بود. باشه من باش حرف میزنم، ولی قبلش یکم آروم باش. یه لقمه غذا بخور، نباید ضعیف بشی. فهمیدی؟ خدا لعنتت کنه.
آخه چطور دلت اومد؟ همونطوری که تو دلت اومد. این سوال از خودت بپرس. چیزی لازم داری واسط بیارم؟ نه اشتباه ندارم، خیلی ممنون. نه خیر، خوب نیستی. احمد با من حرف بزن. میخوای چی بگم؟ همه چی رو میدونی دیگه. یعنی تو واقعا با اون زن آرزو رابطه داری؟ آخه چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ اون زن دختر تو رو دزدیده بود. اولش نمیدونستم، بعدش درگیرش شدم. آخه اونم یه قربانیه. چجور قربانیه؟ ما قربانی ما. اون زن فقط به خاطر بچت بهت نزدیک شده. شاید. زینب دارم تقاضاشو پس میدم. الان همه ازم نفرت دارن. کافی نیست؟ تو بهتره دیگه بس کنی. بذار سر حال بیام. خودم از اینجا میرم. نه خیر، نمیتونی هیچ جایی بری. باید همینجا بمونی. ناسلامتی پدر بچه هایی. جانو میبینی چقدر ناراحته؟ یکم خودتو جمع و جور کن. بفرمایین. اینو بخور. دخترها غذا خوردن؟ دارن میخورن، ولی راستش خیلی ناراحتن. یعنی تا آدمو میبینن سوال پیچ میکنن. فکر میکنم تو شرایط مناسبی نیستن. یکی باید بره باهاشون حرف بزنه. ای کاش فقط تو تقاصیشو پس میدادی، ولی الان داریم هممون پس میدیم. تو پاچ گیر افتاده، همه چی رو فهمیدم. سینان گفته یا استعفا میدی یا اینقدر تو زندون میمونی تا بپوسی. چطوری گیر افتاده؟ تو گوشی شنود کار گذاشته بودم. والا خیلی بد شد. باشه، فعلا باهاش در تماس باش. تو پاچ خیلی به دردمون میخوره. خب؟ فکر میکنی اون بسته هدیه الان عملیاتو خراب میکنه؟ نه نه، اون همه یه کاراشو حل کرده، حتی پولش هم گرفته. راستش همه چی واسه فردا برنامه ریزی کرده بود. الانم با این وضع چی کار کنیم؟ کنسلش کنیم؟ نیاز نیست، لازم نکرده. من یه ایده دیگه دارم، یه چیز خیلی خوب. ولی قبلش باید یکم استراحت کنم، باید خودم رو جمع و جور کنم، باید یکم بخوابم، باید یه چیزایی پیدا کنم. کاش درگیر این ماجرا نمی شدیم. خیلی قشنگ داشتم با دخترم تو مزرعه با آرامش زندگی می کردم. ولی الان چی شد؟ محمد تو زندانه. جانسو داره با آدمای که اونا رو نمیشناسه مثل یه زندونی زندگی میکنه. منم که اینجا. آخه من کجای زندگیتم آرزو؟ واسه تو فقط مثل یه پالتوی کهنه شدم. وقتی میری بیرون میندازش رو دوشت، وقتی هم خسته شدی میندازش دور، اصلا بهش نگاه هم نمی کنی.
مثل یه پالتوی کهنه و بی ارزش. وسط ارزشی نداره، ولی هنوزم میتونه تو رو گرم نگه داره. بالاخره خوابیدن و میتونم یه نفس راحت بکشم. وای، اصلا حالشون خوب نیست. همه جا پر شده بابا، همه جا پر شده. همه دارن میگن تو یه دکتر خائنی بابا. ول کن دیگه این گوشی تو. کی این عکس رو با آرزو گرفته میشه بگی؟ ملتم خبرنگار شده بود و عکس گرفته، میخوای کی باشه؟ من این هفته نمیتونم برم مدرسه. فکر کنم کلن قراره تقاضا کارهای شما رو ما پس بدیم. جان وقتش نیست. کی وقتشه مامان؟ ها؟ کی وقتشه؟ تا حالا شده ما آرامش داشته باشیم؟ من نمیتونم برم مدرسه. شما رو که مسخره نمیکنن، منو مسخره میکنن. دیگه اصلا حوصله‌اش هم ندارم. تو چی داری میگی؟ جان. جان بیا اینجا. عزیزم، امروز اتفاق بدی افتاده؟ مگه تو کار ما روزی هم هست که اتفاقای بد نیفته؟ اونو که میدونم، ولی انگار امروز یه اتفاق دیگه ای افتاده. خب راستش باید باهات یکم حرف بزنم، ولی... حرف بزن، چیه؟ در مورد کارت دیگه. بازم همون موضوع. ولی ببین اگه اینجوری کنی که به جایی نمیرسیم. امیره میدونی تو همه ای عمرم این کار بزرگترین آرزوم بوده. باشه، ولی خب چند بار باهات حرف زدم؟ هزار بارم حرف بزنیم واسه من چیزی عوض نمیشه، نظرم همونه. تو رو خدا میشه به هم اخم نکنی؟ خب پس رویاهامون چی میشه؟ چرا این سوالو میپرسی؟ میگم چجوری قرار زندگی کنیم؟ عشقمون اصلا قرار هست بچه دار بشیم؟ آخه الان حتی زمان کاریت هم مشخص نیست. معذرت میخوام، ولی نمیخوام اینجوری باشیم. نمیخوام زیاده روی کنم، ولی حقیقته. تو چرا اینجا نشستی؟ تو چرا اینجوری اومدی اینجا؟ سرما میخوری دخترم؟ بیا اینجا. این چیه؟ بابام واسم درستش کرده. راست میگی؟ خیلی خوشگله. وقتی از زنت جدا شدی میخوای با مامان عروسی کنی؟ نمیدونم. ما که از آیندهمون چیزی نمیدونیم. تو خیلی مامانم رو دوست داری؟ آره. خب چرا الان نمیاد منو ببره؟ چون تو به اینجا تعلق داری. تو دختر من و زینبی. زینب خیلی از مامانم ناراحته، تو نیستی؟ عصبانیه. منم خیلی عصبانیم. راستش با دزدیدن تو اشتباهی خیلی بزرگی کرد. الان هم داره تقاضا کارشو پس میده. مگه به هم نگفتی خیلی دوستش داری؟ دارم. هم دوستش دارم و هم ازش عصبانیم. کارش نمیشه کرد. منم مامانمو خیلی دوست دارم، اما چون نیومد منو ببره خیلی از دستش عصبانیم. دختر کوچولوی من، اونم تو رو خیلی دوست داره. دختر خوشگلم.
پیش تو بود؟ اتاقش رو نگاه کردم نبود، عقل از سرم پرید. زود بیدار شده، میرم بخوابونمش. نه نمیخوام، الان سوده بیدار میشه، ببر اونجا بخوابونش. میدونستی هنوزم بالشت رو میذاره وسط پاهاشو میخوابه؟ همیشه عجیب میخوابید، شبا لاف و پس میزد، واسه شروسک درست کرده بودم، اونم با خودش میخوابون. نمیذاشت کسی بهش دست بزنه. صبح خیر عزیزم. صبح خیر. امروز هممون سحرخیز شدیم. من میرم قهوه درست کنم. خیلی وقت بود که حسرت اینو داشتم. راستش یه وقتای خاطرات هجوم میارن. دیشب اصلا نخوابیدی؟ به اخبار نگاه میکردم. ولکن، چرا نگاه میکنی؟ بی خیال. خب من کار دارم، باید برم. به خاطر دیشب ممنونم. من یکم حالم خوب نبود. خواهش میکنم. در محکم یه دیگه نه؟ خیالتون راحت باشه خانم، محکم ترین دریه که داشتیم، ولی دزدگیر یادتون نره، دری نیست که دزد بتونه بازش کنه. باشه باشه، تو برو یه دزدگیر خوب واسم بخر، سر شب میتونی نصبش کنی. منم الان دارم میرم بیرون، هر وقتم برگشتم بهت زنگ میزنم. چشم خانم، بازم بلا به دور. ممنونه. اینجا چی کار دارن؟ منزل ملتم چنارلی؟ بله منه. صبحتون بخیر ملتم خانم، اومدیم چکاپتون کنیم. نفهمیدم چکاپ چی؟ شما رو از بیمارستان فرستادن؟ آره، دیشب یه مشکلی واسه تون پیش اومد، از بیمتون به همون گزارش دادن، هم اومدیم وضعیتتون رو بررسی کنیم، هم بعد از هفته 32 هفته یه دو بار میایم اینجا بررسیتون میکنیم. خودم همیشه میرفتم پیش دکتر چکاپ میکردم. این خارج از روندیه که بیمتون فراهم کرده. در ضمن تو گوشیتون یه برنامه نصب میکنیم، به این ترتیب بدون هزینه به آمبولانس دسترسی پیدا میکنید. به خاطر زایمان یا هر مشکل دیگه ای سلامتیتون رو از طریق گوشی بهمون اطلاع میدین و آمبولانس خیلی زود میرسه پیش خونتون. این که خیلی خوبه. باشه باشه، بفرمی. صبح خیلی زینب خانم. معلومه دیشب هیچ کس راحت نخوابیده، منم نخوابیدم. راستش همه از صبحشون خورده. من قهوه میارم، شما برین بشینین، واسهتون یه صبحونه خوب آماده میکنم. فقط یه صبحونه خوب میتونه عصبانیت آدمو کم کنه، نظرتون چیه؟ به احمد کوفتو بده بخوره. همین الانش هم یه بلایی تو زندگیمون به اسم ملتم آورده. چرا واسمون درد سر درست میکنه؟ چرا اینقدر ما رو خجل میکنه؟ بفرما جانم، دیگه مدرسه نمیره. حالا چیکار کنیم؟ بیا و سر و کله بزن. نکنه واسه اینکه گیرش بندازن این کارو کرده. این حرفا نیست. اون الان واقعا عاشق اون زنی که شده. فقط درد سر رو دوست داره، یعنی بعد من این بلا سرش اومد. راستش الان که فکر میکنم این آدم همش داره کارهای تکراری انجام میده. فکر کنین 15 ساعت در طول روز همش مردم رو عمل میکنه. خب شاید اینجوری شارژ میشه، چه میدونم. یعنی تو فکر میکنی اینجوری خودش رو شارژ میکنه؟ چی بگم؟ آخه چرا اینقدر زنا بیپروا شدن عزیزم؟ چرا حد و مرز خودشونو نمیدونن؟ یعنی یه زنی مثل آرزو ببینش رفته و راحت بچه مردم رو دزدیده واسه خودش که نگهش داره. از همچین زنی چه توقعی میشه داشت؟ کی میدونه با این مرد چی کار کرده؟ آی بیچاره، به خدا الان دلم واسه احمد سوخت.
چقدر بیگناهه. همه زن رو دست به یکی کردن واسه این دام بذارن. به خود گریم گرفت. زینب خانم، ای کاش بیشتر هوای شوهرتون رو داشتین. یعنی دقیقا وقتی شما بیخیال شدین اون راهش رو گم کرد و خودش رو بدبخت کرد. الان که دارم کلی نگاه میکنم، کاش اینطوری بود. آیشه خانم، خیلی دلم میخواست تفکرات وسیع شما رو در مورد زنها گوش بدم، ولی الان دیگه باید بچه ها رو بفرستم مدرسه. شما بهتره بی زحمت قهوه ها رو بیارید. من میتونم دکتر رو درک کنم، دنبال عشقش میگرده، درست مثل من، ولی پیداش نمی کنه. درست مثل منه. خیلی خوب، نخوشی من، وقت مدرسه ته، بار دیگه آماده شو. باشی. تازه بیدار شدی عزیزم، برو لباساتو بپوش. سینان کجاست؟ گفت کار دارم، رفت. ولی به من چیزی نگفت. زینب، فکر میکنم شما دوتا زندگی مشترکتون رو شروع کردی. انگار اینجا بودن من اعصابشو خرد میکنه. من دیگه میرم، نمیخوام ناراحتتون کنم. زندگی مشترکمون رو شروع نکردیم، فقط داره واسه سود پدری میکنه، واسه این که نیان چه کنن اینجا میمونه. یعنی ما هنوز تصمیممون رو نگرفتیم، ولی تاریخ عقد رو مشخص کردیم. خدای من، نفهمیدم واسه چی؟ یعنی میخواین ازدواج کنین یا نه؟ داره گولت میزنه. هرچی هست بذار باشه. تو رو خدا، تو هم هی نیا تو چشمم، فهمیدی؟ نمیخوام دیگه به تو فکر کنم. یعنی معلوم نیست آرزو میخواد چی کار کنه. اگه از 10 متری ملتمم رد بشی، داد و بیداد میکنه. تو آرسای خونه داری، میتونی بری همونجا بمونی، میتونی با خیال راحت فکراتو بکنی. اونجام دقیقا مثل اینجاست. امروز میگم اونجا رو واسه آماده کنم. غذا میخوری و استراحت میکنی، اینجوری خیال بچه هم راحته. من بعد اون همه کارایی که باید کردم، یعنی این که اینطوری منو زیر پرابالت میگیری، خیلی خجالت زده میشم زینب. اگه باهات اینطوری رفتار میکنم، فقط به خاطر بچه هاست. همون بچه هایی که اصلا به فکرشون نیستی، همونا رو میگم. اصلا به فکرشون نیستم؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ اگه اهمیت میدادی این کارا رو نمیکردی. لطفا دیگه درد سر درست نکن. ببین، من دیگه میخوام با آرامش کامل زندگی کنم. الو آقا آلپ. بله ملتم خانم، چه کمکی از من ساخت است؟ شاید بدونین چه اتفاقایی افتاده. کسی هم هست که خبر نداشته باشه؟ راستش اصلا دلم نمیخواد جای آقای دکتر باشم. آقا آلپ، من همین الان به یه وکیل نیاز دارم. باید یه کاری کنم که دیگه احمد به هم نزدیک نشه. دیشب چیزی نمونده بود منو بکشه، به سختی خودمو نجات دادم. چی داری میگی؟ کلن زده به سرش. هرچند راحتم نیست، هر کی باشه دیوونه میشه. آقا آلپ، اگه شما رو نمیشناختم واقعا فکر میکردم دلتون واسه احمد سوخته. اینکه کی این طلا رو واسش گذاشته نمیخوام بپرسم. بهتره نپرسین، ولی میخوام بدونین که من و شما توی جبهه. شکی ندارم. وکیل خوب میشناسین که به هم معرفی کنی؟ آره میشناسم. چه لحظه بعد شماره آقای بحری رو واسهتون میفرستم، کسیه که میتونه خیلی بهت کمک کنه. به امید دیدار. پیشنهاد میکنم بزنه خیلی اعتماد. کار اشتباهی. داری اشتباه میکنی. ملتم خانم بامزه ترین 7 خطیه که شناختم. اون به خاطر اینکه چیزی رو به دست بیاره، همش مجبور شده چنگ بندازه. اول به خاطر اینکه از اون محل نجات پیدا کنه، از زکی به عنوان اهرم استفاده کرد. وقتی کارش تموم شد، هوپ به دکتر میرسه. بعد زندگی آرومش رو دید و میخواست خودش هم همچین زندگی داشته باشه. اما میدونی چی گیرش اومد؟ یه شوهر بی عشق و بی عاطفه. به نظرت این زن بامزه و خوشگل لایق زندگی بهتری نیست؟ اینقدر مزخرف نگو.
میخوای همه یه زندگی تو به پاش بریزی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ انگار منو نمیشناسی که همچین حرفی داری میزنی. داداش جان یالا بیدار شو، دیرمون میشه. من نمیام، شما برین. نکنه مریض شدی؟ راحتم بذار خوابم میاد سوده. یعنی چی خوابم میاد؟ آخر هفته نزدیک اون موقع بخواب. ببین مامان عصبانی میشه، همین جوریشم اعصابش خورده. خواهشن تو دیگه بدترش نکن. آخه به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ برو. نکنه به خاطر همین خبرای بد نمیخوای بری مدرسه؟ آخه یکی دیگه این اشتباهو کرده، تو چرا زندگیتو خراب میکنی؟ اون کسی که تو بهش میگی یکی دیگه بابامه، فهمیدی؟ خودم اینو میدونم. اگه تو مدرسه کسی بهت حرفی بدی زد، جوابشونو میدی و راحت میشی. یالا دیگه بلند شو. در ضمن تو فکر میکنی مامانم میذاره اینجا راحت بخوابی؟ حالا راست میگی ها؟ وقتی به مامانم یا اون کثافتای توی مدرسه فکر میکنم، اون کثافتا رو خیلی راحت تر میتونم حل کنم. یالا دیگه بلند شو. فکر میکنم 30 سالش باشه، ولی اصلا بهش نمیاد. آبجی جون، تو هنوزم سردردت خوب نشده؟ میخوای با هم بریم دکتر؟ آی نه بابا، به خاطر یه سردرد مگه میشه بریم دکتر؟ سلام، صبح بخیر. مژدگونی میخوام. صبح بخیر داداش، چیه خیر باشه؟ چند لحظه پیش یه خونه پیدا کردم، خونه یه خیلی قشنگی، کلیدشم گرفتم. چطوره بریم نگاش کنیم؟ عالیه، باشه بریم ببینیمش. باشه. چیه منور؟ نکنه سر درد میکنه؟ آره. ببینم دارو خوردی؟ خوردم. خدای من، تو که با یه سردرد به این حال و روز نمیافتی منور. چند روزیه که حالش همین جوریه، حتی درست حسابی غذاشم نمیخوره. نه بابا، ببین الان خیلی نگرانت شدم، بیا من خودم میبرمت پیش دکتر تا معاینت کنه، خیلی بهتر. آی نه نه، اصلا نمیخوام برم. پس بیا بریم خونه رو ببینیم، حالا هوا عوض میشه، واسط خوبه. آره. آی نه، من اصلا حوصله بیرون رفتن ندارم، شما برین ببینی. آخه منور، ما که از خونه سر در نمیاریم، باید بیای نگاش کنی و همه جاش رو ببینی و بررسیش کنی. تو این چیزا رو میدونی، ما که نمیدونی. آبجی جون قبول کن دیگه، یالا نزدیکم هست، اینجوری یکم هوام میخوری. یالا باشه، پس منم میام. پس بهتره را بیفتی، من تو ماشین منتظرتونم، بیاین. باشه یالا. عمو احمد جون، راستش دیشب میخواستم باهات حرف بزنم ولی نمیذاشن از اتاقم بیام بیرون، یعنی به خاطر تو ما رو زندونی کرده بودن. خدای من، حرفشو ببین، 50 متر اتاقتونه و 500 متر زیر بنای این خونه، اینم میشه زندونی؟ نفهمیدی بزرگترا میخواستن با هم حرف بزنن، نباید شما میومدین اینجا. به خاطر زندونی شدن معذرت میخوام پرنسسام، لطفاً منو ببخش. راستش تو فضای مجازی خیلی حرفای بدی در موردت میزنن، به نظرم باید از اونا شکایت کنی، یعنی زندگی تو به هیچ کس دیگه ای ربط نداره. اگه منظورت منم، به من خیلی هم ربط داره. آها ببخشید مامان، یادم نبود همه چی تو این دنیا به شما ربط داره. تو الان داری به من تیکه میندازی؟ آره فکر کنم آره. به منم ربط داره، این روزا همه همکلاسیام هم دارن منو مسخره میکنن، اگه بیشتر بشه ممکنه بزنن دندوناشونو خورد کنن. پسرم به هیچ وجه نمیخوام به خاطر من دعوا کنی. آره با کسی درگیر نشو، اگه کسی چیزی گفت رد شو برو، چند روز بعد همه یادشون میره. یالا داره دیرتون میشه. الیف جانسو دخترم، چقدر بوریک میخوری ها؟ تو چرا اصلا سیر نمیشی؟ بوریکا خیلی کوچیکن، امروزم که اصلا پنیر نداریم، پنیرامونو دزدیدن. الان وضعیتمون اینطوریه، خیلی ها همینش هم ندارم. گفتی پنیر نداریم؟ تو که هرچی پنیر تو بشقاب من بود و خوردی و تموم شد. خودت پنیر رو تو بهم دادی، چرا الان داری منت میذاری؟ چند بار باید بهت بگم که از این واژه‌های منت و اینجور چیزا استفاده نکن ها؟ یالا یالا دیگه داره دیرتون میشه، کیفتم بردار، تو هم بیا بدو. چی شده نورا؟
گفتی ساعت چند؟ خیلی خب خودمو میرسونم. چی شده؟ چیزی نیست. باید برم بیمارستان، یه کاری پیش اومده. فکر کنم قضیه آرزوه. پس فکر کنم اخبارو شنیده. اونا که نمیتونن درکت کنن چرا گفته بیا، حتما اخراجت میکنن. فکر نکنم دکتری مثل منو از دست بدن. من براشون خیلی با ارزشم، فهمیدی؟ آخه این اتفاق چه ربطی به کارم میتونه داشته باشه؟ چیزه، کیف تو اتاق جانه. نکنه یه وقت از کار برکنارش کنن ها؟ وای کابینتاش خیلی خوشگله، خوشم اومد. آبجی بیا منظره اینجا رو ببین، اینجا کل روز روشنه، امره ببینه عاشقش میشه. والا همین که به امره بگی اینجا چقدر اجاره میگیره عاشقش میشه، یعنی تو این زمونه همچین خونه ای با این قیمت عمران پیدا کنی؟ نگی که نگفتم. ببینم منور، تو چرا اصلا حرف نمیزنی؟ هیچی نگفتی. قشنگه. آره قشنگه. راستشو بخوای این خونه دقیقا مال کسایی که تازه عروسی کردن. به نظرت خوب نیست؟ میگم خدا ایشالله خوشبختش کنه. آمین آمین. ببین امره چی میگه، گفته پیش پرداخت بده همین خونه رو بگیر. نگو. آخه چه پیش پرداختی؟ میگم خونه دست منه، دست من. اول بذار امره بیاد، شما دوتاتون قشنگ یه نگاهی بندازین، قشنگ با هم دیگه فکراتونو بکنین، تصمیمتونو بگیرین، بعدش بهم خبر بدین. من خسته شدم میرم خونه، شما برین ببینین. نه منم میرم، وقتی امره اومد برمیگردیم. یالا بریم. یه لحظه یه لحظه، من نمیذارم به همین راحتی از اینجا برین. الان از اینجا میریم، یه جا با هم دیگه میشینیم و یه چیزی میخوریم و کلی حرف میزنیم. آی نه نه، من میرم خونه دراز بکشم، دیشبم اصلا نتونستم بخوام. والا داداش قدیر خیلی دلم میخواست ولی باید برم. یالا یالا داره نفسم بند میاد، بریم بیرون تو راه حرف میزنیم. آخه ببین منور، به خدا همه اینا چشم زخمه، بیا لج نکن دیگه، بذار ببرمت پیش دکتر تا معاینت کنه. ها آخه خیر باشه، میخوام تقاضای همه زجرایی که بهم داده رو پس بده. میخوام فرار کردنش با آرزو واسش گرون تموم بشه. همین الانش هم واسش گرون تموم شده. عکسای آقای دکتر همه جا تو فضای مجازی پیچیده و آبروش رفته. کافی نیست. به خاطر اون آبروی منم رفت. من با این وضعم چند ماهی دارم زجر میکشم. دارو ندارش همش باید مال من بشه. خونهش، ماشینش، پولش، همشو میخوام. ببینم چی کار میتونیم بکنیم. شما آروم باشین. قبل ازدواج به هم یه قرار داده ازدواج داده بود که باید امضاش میکردم. مشکلی پیش نمیاد؟ من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. یعنی فقط یه قرارداد واسه دارایی انجام داده. همین که همسرتون بهتون خیانت کرده، به خاطر همین آقا احمد باید بهتون خسارتو پرداخت کنه و باید قول بده دیگه مزاحمتون نشه. این اخباری هم که پخش شده به نفعتونه و هر قاضی که باشه به نفع شما رای میده. در ضمن منتظر بچه‌تون هم هستین. خوبه. خب پس کی میتونیم شکایت کنیم؟ این هفته درخواست نامه رو مینویسم، شما هم بررسیش کنین، هفته یه بعد شکایت کنین. خوبه؟ خیلی خوبه. فقط میخوام هر چی زودتر یه حکم بگیرم که احمد دیگه به من نزدیک نشه. درخواست نامه رو مینویسم، فیلمای پلیس هم فوراً درجش میکنم، بهشون میدم. نگران نباشین، اینجوری یه روزه میتونین این حکم از دادگاه بگیرین. آقا احمد، گفتن این اصلا برای من آسون نیست. نمیخواستم شما را از دست بدم، اما بعد از این همه خبری که اسم بیمارستان ما هم توش بود واقعا شرمندتون میشم. خیلی میخواستم یه شانس دیگه بهتون بدم ولی هیئت مدیره تصمیمشو گرفته، دیشب زنگ زدن. فکر نمیکنم دیگه بتونیم با هم دیگه کار کنیم.